سلام خوبی؟ تو یادی از ما نمی کنی؟ حیف که اینجا بچه هم هستم اگر یه چیزی بهت میگفتم. خیلی خب حالا ببین یه چیزی میخوام بهت بگم، گوش کن ده گوش کن. آه ببین ببین مهدی جان، میخوام تمرین‌ها رو شروع کنیم. آره الان همه شروع کردن دیگه کرونا، بچه ها همه یادشون رو شروع کنیم. خونه ما فعلا که جای دیگه تعطیله. آره نه ببین توی گروه بزن هر کی دوست داره بیاد. ما درست کنی همه تخم مرغ. یک نقش خوب واسه میذارم کنار. تخم مرغ پلو درست می‌کنم. از این بعد جزء گروه. قبوله؟ ولی دمش گرم با این شرطش که نعمتش داره میاد. باشه. الان کمکش کن واسه روش بره. میخوام آقا تو رو ما تا موقع تمرین کنم. آره بیا بازی میکنم. اونجا اگه دو نفر تایی درست کنه قضا. آقا سالی اگه تو بزدی این وسط جایزه داری. اتفاقی افتاد واسه دم بر گردن خودت. نه هیچ کسی رو بگو. آقا سرابی همه کار خانه شما خودم میترسه. شما بعد نمیتونی برش کنه. نه آقا میتونه. بیا بشین خودم میترسه. نه نه ترس بعد من چوره کباب درست کنم. اشتباهی که حالا بجایی تقمه بلد چوره کباب تقمه سوسته نه غزر نه او چوگه تو بری دیگه نور تو که بری آشبز که دوتا باشه آش یا شور بشی یا بینم ماشاءالله سرم درد گرفت از بس اینجوری سرت اینجوری کن اصلا بدون محمد شما یکم بزنید من نباشم کار شما هم بزن باش علی چی میگی میذین اونو بازی کنی کجا میذین ها نظر من نیست دیالوگا با من بگو با من بگو یاد بگو با حس بگم یا اینجوره نه بگو اصلا این اصلا اینجوره میگیش با من بگوی تخمه کیم از کدام این گوهر چه گویم چو پرسد کسی است پدر گر این پرسش از من بماند نهان نمانم تو را زنده اندر جهان نه بعد از هشت ما خوب شده مادری دارم پیر و سال خوده بگم کنم چون نشسته نفسش کنده بلند شو بگو مادری دارم پیر و سال خوده ما همه داریم من باید وایسی رو بگو نشسته یه بار دیگه بگو یه بار دیگه بگو مادری دارم پیر و سال خوده ما همه داریم دلیم باید ما کیه؟ زخمی و مانده روزگار یه نقش داری، نقش مادر، نقش تخمینه با مهدار با من بگوی ز تخم کیم و از کدام این گوهر چه گویم چو پرسد کسی از پدر گر این پرسش از من بماند دهان نمانم تو را زنده اندر جهان بشنو سخور، بشنو سخون، بدین شادمان باش و تندی مکن تو پور گوه پیلتن رستمی، ز دستان سامی و از نیرمی جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید خب ببین، خیلی تون داری میگی، یا نهده کودک ها اونا تو یک مادری ببین بعد بچه اومده، داره میگه بابام کیه جهان آفرین تا جهان آفرید سواری چو رستم نیامد پدید ببینین بچه ها اینجا نور صحنه میاد هر که من یادم رفته بهم یادآوری کنه و حالا بیشتر باشه نور صحنه میاد من تنها روی صحنه ام بعد دیالوگام اینه که بگو به تماشاچی سلام
من علی رضا ترابی، نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر هستم که متاسفانه در اثر تصادف دچار معلولیت شدید شدم. مدتی کار تئاتر رو کنار گذاشتم ولی الان تصمیم گرفتم که با دوستان جدیدی که پیدا کردم با همدیگه یک تئاتر رو کار کنیم که بیاییم واسه شما اجرا کنیم. اونا رو کی بخوره؟ کی نگاه کنه بابا؟ بهاره من هم چایی بخوام بهاره دوتا بخواد بیایی که تو شب بارم اصلا اونه من ندیختنشی. آره کمیات و فدا کیفیت نکن. آیه بچه هم از خیلی نگاهید بهاره تعادل واسده نشاده فتبارک الله هم مرسی تشون نگاه استرس بگیرم وش میرزم و دلی بارم نمیرسه دیدی خواستگار واسه بهاره بیا بعد جایی که خواستگار اومده دیوار نباشه دست شما چایار بریزنش خب اگه مبل و دیوار نباشه تو چیکار می‌کنی؟ مسابقه خونه خودتون جا میشه دست در فکر کنید خونه خودتون ها اینجا که جایی داشت مال مال هره اگه تو شم یکی پورش آمد یک خنجر یک شمشیر دیگه اینطوری مونه من اینطوری هم آره دقیقا همینجا پدری دارم سالخورده و بزرگ مهمیداری سرفراز و گردن فراز است شنیده ایم شما را میبیند چشم امیدش به شماست ما کجا او در کجا بگو او در کجا بو ما در کجا ما شرم ساریم و او استوار دستایش شما را میخواند بیا تو شما را میخواند وحید بیا تو شما را میخواند شما را میخواند او شما را میخواند او شما را میخواند در سفرتان تخت به من زیاد نه اما سهراب قصد به تخت نشانه ولی افراسیاب پادشاه توران برای فتح ایران از سهراب جوان سوء استفاده میکنه و پدر پسرگام ولی در نهایت این داستان میبینی که پیروزی از آن پدر است حتی اگر در کشتی اول پسر بر پدر چیره شود ببخشید سوالی داشتم بفرمایید در این داستان چه کسی یا چه کسانی مقصرند خیلی ها اول مادر سهراب که مانع این حرکت جوان 10 ساله نشد و نشانه درستی از رستم به سهراب نداد دوم دشمنان ایران در سپاه توران که به دروغ به سهراب میگفتند که رستم در سپاه ایران نیست و در زاوه است دروغ؟ بله دروغ یکی تر میدن به پداختن به کتا خیزه همی تاختن بله رجی رفتن ایران گرفتند هر دو دوار کمر یک مرد که
و دیگری پیر و خردمند، چنگ در چنگ هم می‌زنند. زمانی زهن ایستادن دور، پر از تاب باب و پر از درد بود. تشنگی خاک تنها رقلیزان کنار شیر، بدانست کوهان نماند به زیر. سبک سبک تیغ تیز از میان برکشید. برکشید بیدار دل بردارید. اگر در آب ماهی شوی، اگر که ستاره شوی در سپه، ببرنی ز روی زمین خادمه. بخواهد پدر هم از گیره بر، چو بیند خشت از مالین من. از این نامداران و گردن کشان، یکی هم برد سوی رستم نشان. چو بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشمندرش تیره گشت. بپرسید آنگه که آمد به هوش، بدو گفت با ناله و پرخروش. بگو تا چه داری ز رستم نشان، که گم باد نامش ز گردن کشان. کنون بند بگشای از جوشنم، برهنه نگه کن تن روشنم. به بازون بر مهره خود بگرم. چوبک شد خفتان آن مهره دید، همه جامه بر خویشتن بردرید. همی کن موی و همی خست روی، تنش پر ز آه و ز خاک روی. ای خدا، ای خدا، نه، که این بدتریست، که بر کرده خود نباید گریست. از این خویشتن کشتن اکنون چه سود، چون این از این شدنی کار بود. از این نامور نامه شاهوار، به گیتی بماند یکی یادگار. بر این را دروغ و فسانه مدان، به یک سان روش زمانه مدان. از او هر چند من خورد با خرد، دگر بر زهران معنا برد. چون این نامور نامه آمد به بون، زمن روی کشور شود پرسخون. هر آن کس که دارد هوش و رای دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. آفرین. چاکر به خدا می جمعی بگیری. آقا دیگه جمعی بگیری. صدا شد. صدا ما عباس بلند شد کنار مردا. من نکس بگیرم و تو کادرش نیست. مرا آرزو بود که در بسترم برای سهگام بود.
از برای به کشتی چه شیران براویختن زتن ها خوی و خون فرویختن به ندرست سهراب چون پیر مست برآوردش از جان و نهاد پست به کردار شیری که از دور نرد زند چنگ و گوره در آید به سر نشست از بر سینه پیرزن پر از خاک چنگال و روی و دهن یکی خنجر آبگون برکشید همی خواست دستن سرش را برید نگه کرد رستم با آواز گفت سگگون تو کوچه ها سرگردون کاش میشه خدا قدیما رو بگردون خودش هایی که تو زمان حال مرده جوانی که تو چشم باشه فرد سال خورده و اون قربانی منم که حالا تقریبا باختم از آدم های اطراف هم اهریمن ساختم بدم مادر هیچ خیری وقت من نبینم انتظار داری دیگران و اهریمن نبینم عشق من از کجا ببینم با دو تا چشم از بدم مادری که میخوان جدا بشن به ما که رسید دنیا دهن باز کرد درد و ریخ رو سرم و منو برانداز کرد من تو دلم از شما داشتم تصویر با هم که پاره شدم از این تصمیم ناها یه بارم شده دنیا رو از نگاه من بشه یه بارم شده به پای صدای من بشه